Vale, ya que use. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. دوستای نهایت ارجمند، ژورنالیستان عزیز، شما را به محفل رونمایی از تحقیق تازه انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان روی بررسی گفتگوهای صلح در افغانستان در چهار دهه گذشته تشریف آوریتان خیر مقدم میگم. قبل از اینکه محفل را رسما آغاز کنیم، توجه شما را به چند نکته بسیار مهم جلب میکنم. مهمترینش این است که در اکثر تلویزیون ها ما فعلا نشرات لایو داریم. ژورنالیست های محترم لطف کنند که اینمی قسمت آمدن و رفتن را مراعات کنند. پنلیست های ما در رابطه با موضوعات تکنیکی این تحقیق صحبت خواهد کردن. اما قبل از همه مطابق به عرف انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان مناجاتی از خداوندگار بلخ میشنویم و برنامه را بعد از او پی می‌گیریم. شده از دل سلامت می کنم، ای با منو پنهان شده از دل سلامت می کنم، تو کعبه ای هر جا روم قصد مقامت می کنم، هر جا که هستی حاضری از دور در ما ناظری، شب خانه روشن می شود چون یاد نامت می کنم، گه همچو باز آشنا بر دست تو بر می زنم، گه چون کبوتر بر زنان آهنگ بامت می کنم، گر غایبی هر دم چرا آسیب بر دل می زنم، گر غایبی هر دم چرا آسیب بر دل می زنم، ور حاضری از من چرا در سینه دامت می کنم، دوری به تن لیک از سلم اندر دل تو روزه نیست، دوری وطن لیک از دلم اندر دل تو روزه نیست، سن روزه دوستیده من چون مه پیامت می کنم، ای آفتاب از دور تو بر ما فرستی نور تو، ای جان ار محجور تو جان را غلامت می کنم، من آینه دل راز تو اینجا سقایی می دهم، من گوش خود را دفتر لطف کلامت می کنم، در گوش تو، در هوش تو، من در دل پر جوش تو، در گوش تو، در هوش تو، من در دل پر جوش تو، اینها چه باشد تو منی، این وصف آمد می کنم، ای دل نه اندر ماجرا می گفت آن دل بر تو را
هرچند از تو کم شود از خود تمامت می کنم. ای چاره در من چاره در حیران شو نظاره در بنگر کز این جمله سوار این دم کدامت می کنم. گه راست ماننده الف گه کش چو حرف مختلف یک لحظه پخته می شوی یک لحظه خامت می کنم. گر سالها ره می روی چون مهره در دست من گر سالها ره می روی چون مهره در دست من چیزی که رامش می کنی زن چیز رامت می کنم. تشکر از همگی. اما قسم که پیشتر گفتم خدا کنه کمی کتابی گرفتن های ژورنالیست ها من تمام شده باشه، یک لطف دیگه هم بکنین، همین موبایل های خود را سایلنت کنین و وقتی که بحث شروع میشه لطفا دینمیج باز تکرار میکنم نرمین. از برنامه را شروع میکنیم، از آقای عنایت مدرس خواهش میکنیم که برن در جای خود و مسئولیت گردانندگی برنامه را پیش ببرن و از سخنرانان این مجلس که در پینل هستند محترم دکتر وفایزاده پژوهشگر ارشد و جنرال محمد ظاهر عظیمی کارشناس مسائل نظامی و مولوی عبدالحکیم مجاهد عضو شورای صلح افغانستان. آقای مدرس پینل از شماست. بله بله. با خودکار که از بدنه یک گلوله ساخته شده بود، با کبوترهایی که آماده پرواز بود، با لباس‌های سفیدی که جماعت بزرگ برتن کرده بودند و 2500 شخصیت تاثیرگذار جهان بشمول آقای بانکیمون دبیر کل سازمان ملل، آقای راول کاسترو رئیس جمهوری کوبا، همه پای سند امضا کردند که به نیم قرن نبرد در جهان خاتمه دادند، نبرد که برایندش 8 میلیون آواره بود، چیز نزدیک به 260 هزار کشته را جای گذاشت و اقتصاد یک کشور مبدل ساخت به اقتصاد مافیایی و یک گروه را به حد بزرگ ساخت که مبدل گشت به قوی ترین و تاثیرگذارترین نیروی چریکی در امریکای لاتین. ممکن در ذهن بسیاری ها این پرسش خلق شده باشه که چرا مبایی مقدمه آغاز کرده. وقت دیروز جناب دکتر صاحب مرادیار بزرگواری کردن و این ماموریت سنگین بر عهده من گذاشتن، بلافاصله من به صلح تاریخی که کولومبیا
پس از 50 سال نبرد بعد استاوار و آقای خوان مانوئل سانتوس رئیس جمهور کولومبیا با این صلح تاریخی خودش برنده جایزه صلح نوبل در سطح جهان گردید. آقای سانتوس با نیروی چریکی انقلابی کمونیستی به نام فارک که 50 سال در کولومبیا به نبرد مسلحانه با دولت کولومبیا پرداختن نهایتاً یادم پای یک سند امضا کرد. وقت ما تحقیق بسیار پرمغز و ارزشمند را که اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان حاصل ثمرات تجربیات خودشان شریک ساختند، من وقت مطالعه کردم یک شباهت بسیار نزدیک بین کولومبیا و افغانستان پیدا کردیم. چون عنوان این تحقیقم بررسی گفتگوهای صلح در افغانستان پس از 4 دهه است. 4 دهه در کولومبیا 5 دهه، یک نبرد بسیار مسلحانه از افغانستان بود. اما آقای سانتوس به صلح میرسه. شعارش هم چی است؟ میگه که دیگر نمیخوایم قربانی بدهیم. فرد مردم در کولومبیا خسته از جنگ هستند. ما به ندای صلح نیاز داریم. و گروهیم که در برابر دولت کولومبیا می جنگی رهبرش آقای تیمشنکو هم میگه که ما هم دیگه خسته شده و جنگ آماده هستیم بر حسب یک توافق پای یک سند امضا بکنیم که در لابلای برنامه توافق هم میپردازیم. چون وقت گردان دستی کم صحبت بکنی یا بزرگوارا فرصت بیدی که حرف هستی را یا بذارن. اما نتیجه از تحقیق یک سیر از شباهت های داشت که نگذاشت من این شباهت بین افغانستان و کولومبیا را شرط نتوم. بسیاری هم در این مورد میدانن. یک بحث دیگه ایم که شباهت بسیار زیاد داره همی است که مثلا یک بند کلان از توافق چی است که گروه فارک 180 روز وقت داره که سلاح خودش به طور کامل کنار بگذاره و حدود 7500 نیروی که با دولت کولومبیا می جنگه به منطقی یاری از سلاح زیر نظر سازمان ملل بفرسته. جرایم سیاسی همه مورد عفو قرار می گیره مگر به استثنای جرایم شامل کشتار جمعی، شکنجه و تجاوز که بسیار زیاد فاجعه است و باید رسیدگی شود. و فارک هم تعهد کرده که تولید مواد مخدر در منطقه تحت کنترل خود متوقف میکنه. در عوض دولت هم قول داده که به کشاورزان در کشت محصولات غیر قاچاق کمک میکنه. و گروه فارک دست کم 10 تا کرسی را در کنگره 268 نفری از آن خود میکنه. و دولت هم گفته که ما زمین و واب و خدمات اولیه را برطار میدیم. من به عنوان یک روزنامه‌نگار و به عنوان یک طبیعی از افغانستان از لحظه که احساس میکنم در این وطن روزگار بارامی سپری کنم ندیدیم. به مو خاطر این نتیجه تحقیق میتونه در این شرایط یک گام بسیار ارزشمند برای باز کردن یک گفتمان اساسی بر افغانستان و گفتگاه صلح باشه. گفتگوهای صلح افغانستان اگر ما از درازای تاریخش به این طرف بررسی بکنیم ما فراز و نشیب زیاد داشتیم. از کودتاها گرفته من وقتی که در خبرنگاری پای خود گذاشتم نهایت تلاش کردم که با مردم در تماس باشم. و من خاطر یک سری از گپهایی است که در ذهن مردم است که روز اول از مهمانهای بزرگوار اینجا پرسان میکنیم که چه عوامل اصلی صد رای صلح در افغانستان است. من بسیار اجمالی به تحقیقی که اینستیتوت مطالعات کرده بررسی کوتاه میکنم. بحث کلان ما بررسی و شناسایی نیروهای محرک جنگ است و ارائه راهکارهای عملی و علمی و منطقی که آقای وفایزاده حتما مفصل در این مورد چرخ میتن. در کنارش ما روی یک نقشه را تلاش میکنیم با فهم تاریخی و دلایل اصلی جنگ. یک گپ که پول میزنم بلافاصله میایم درون بحث میشیم همیست که شرایط فعلی افغانستان دقیق به دوران دکتر نجیب الله برمیگرده. لحظه که
آقای دکتر نجیب به قدرت آمد در سال 1986 چهرهش بیشتر در جهان به آدم صلح‌طلب جلوه کرد و طرح آشتی ملی یا مصالحه ملی را برای مردم افغانستان و کسایی که در برابرش ایستاده میشد پیشنهاد کرد. دو تا علت کلان باعث ناکامی از این طرح شد. یک، کشورهای حامی مجاهدین در غرب و در منطقه نخواستند که این طرح آشتی ملی به نتیجه برسد و طرح دلخواه روزها رو میخواستند که خودشان طرح داشته باشند که دکتر نجیب یعنی طرح مصالحه ملی به نتیجه برسد و از درون افغانستان مقاومت برخی از رهبران حزب دموکراتیک خلق که بیشتر تمایلاتشان قومی سمتی زبانی مذهبی بودن و ما خود یک حراس است که ما به دقیقه نوت برنگردیم و این روی ترکی رمکار شورای عالی سال سرلو پیش از زمامدارش است و اون چک نتیجه و منتحی نشد. من مهمانهای بزرگوار را که امروز لطف کردن و در این شخص سرنویسازه که صادقانه بر افغانستان ارزش فراوان داره حضور پیدا کردن معرفی میکنم. جناب آقای دکتر وفایی‌زاده پژوهشگر مهمان اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان و معین اداره هوانوردی، جناب آقای جنرال محمد زاهر عظیمی کارشناس مسائل نظامی و سیاسی و سخنگوی پیشین وزارت دفاع ملی افغانستان و جناب آقای مولوی عبدالحکیم مجاهد مشاور شورای عالی صلح. مهمان بزرگوار بسیار خوش آمدین به گفتمان امروز. مجاهد صاحب اگر شما موافق باشین من پرسش اول برنامه را با شما آغاز میکنم. معمولا که پیشتر گفتم وقت روزنامه نگار میشی یک مسئولیت کلان روی شانه هایت است به خاطر از اینکه مردم هر لحظه پرسش های میخواهد که از مردم های مثل شما داشته باشم ولی بسیار سخت است که بتانند مستقیما از خود شما بپرسند. این یعنی فرصتش است. معمولا به گذشته تاریخی افغانستان یک مراجعه بسیار کوتاه میکنم یک کل میزنم. دکتر نجیب طرح آشتی ملی یا مصالحه ملی را در اختیار خودش داشت و هیداد میزد که بیاین دو یک میز میشینیم و این وطن به عزت و به سربلندی و به سرفرازی میکشانیم و اجازه نمیدیم که خون شهروندای ما برسه و کوچه و پس کوچه های ما تبدیل به یک مکان فاجعه بار شود. چه شد که طالبان بلافاصله پس از تسخیر کابل کسی که طرح آشتی ملی را داشت بدار آوردن؟ بسم الله الرحمن الرحیم به نور تفسرون و تلی دایریک سال جواب بندی شروع ده؟ من فکر میکنم بخاطر از این که اگر ما یک گذشته تاریخی داشته باشیم باز پس بیاییم به حال بسیار خوب پاکش در کل میزنیم. زما پرکده من ده دسی و عجیب غریب سوال ده چه در افغانستان در تاریخ سلسله لسر نم قطکو لمن نیم قطکو دبیخ نیم قطکو ما بین که یو توپ واشو دلیل شد یو غیر معقول سوال ده که زده ده جواب پا مقابل کیو آیم چه دام دکتر نجیب و دا کارمل و دا حفیظ الامین و دا ترکی و دی پا گرده بندی پا دی افغانستان که دسی او حتی و کوالا پنام دی انخلاف بندی چه دی افغانستان دی خلق و دی امانات و پا خلاف دی افغانستان دی نه نوی پسر خلق و دی عقاید و پا خلاف دی افغانستان دی هر تاریخی استقلال یک تاریخی هویت به خلاف چه افغانستان ده هیچ سپر پاور مقابل که تو گوندوشا و اینو او دهی ده شوروی اتحاد ده وقت ده سپر پاور ده اهداف و ده راو ده ترلاسه کول و ده پارا نیوازی ده چه ده افغانستان ده خلق و پو عقاید و بندی گونده که خودلی ده افغانستان ده خلق و اغسطی چلی مدلی فعال که پنام ده عالم بندی و که پنام ده خان و ملک بندی و که په نام د روشن فکر باندې وو که په نام د محصل باندې وو نه تنها په زرهاو په لسهاو زره انسانان یې بې سرنوشته بې فیصلې بې عدالته بې هغه یې تر ګور تر خاورو لاندې کړل. دومره عظیم جانی دومره عظیم خاین
سوال کیږي چې دا ولی بل اخیر څو دار باندې ودلیک دا ډیره وړوکی جزئیه ده زبیرته سوال دسی کومه هغه طالب هغه مولا چې کله په خپل مدرسه کې په خپل کور کې په خپل مسجد کې ناستو او روسانو د خپل اشغال په واسطه باندې د خپل مسجد نه راویستل د خپل کور نه راویستل بل هیواد ته یې مهاجر کړل بالاخیر ملت ته یې قومنده ورکړله د جهاد ملت که هزاره دی که ازبک دی که پښتون دی په یو اتحاد باندې د جهاد تر عنوان لاندې د کمونیزم د شوروي اتحاد په خلاف باندې راپورته سولو جهاد یې کامیاب کړ په 1991 کې مجاهدین کامیاب شول لیکن ملا او طالب څه شو چاته معلوم دی چیرې لاړه ملا او طالب بیرته هغه بند سوی کتاب یې خلاص کړ خپلې مدرسې ته لاړ خپل مسجد ته لاړ خپل جماعت ته لاړ قدرت یې مجاهدینو ته پرېښودل همدغه چې په نام د انجینر یادیږي په نام د ډاکټر یادیږي په نام د رهبر یادیږي همدې ته یې قدرت پرېښودل متاسفانه که صبغت الله مجاهدي دی رئیس جمهور ورو که استاد رباني دی رئیس جمهور وایي نه کړی سوی چې په دې مملکت کې حکومت وکړي په ټول مملکت کې ګډوډي ناارامي رامنځته شوله طالب په مدرسه کې ناسته خپل کتاب وایي همدغه طالب بیرته مجبور سو چې په افغانستان کې د ملي وحدت د رامنځته کولو په خاطر د افغانستان د ځمکني بشپړتیا د ساتلو په خاطر په افغانستان کې د امنیت په خاطر باندې د بولدک نه شروع کړي تر کابل ځان را رسوي تر څو چې دغه ناارامي چې مابین کې په هغه وخت کې رامنځته شوې دي چې طالب بیرته مدرسې ته تللی دی کله چې طالب کابل ته رسېږي طالب سره نه ملي اردو شته نه ملي پولیس ته نه ملي یو مومن ته یو تحریک دی هغه یو ګوند هم نه ده چې هغه یو رهبر ولري یو د ګډوډي په اساس باندې کابل ته چې راځي نجیب له منځه ځي نه یې طالب تر اوسه مسؤلیت په غاړه اخیستی ده نه یې کوم بلې ډلې د دې مسؤلیت په غاړه اخیستی ده نجیب دی نظر په هغې کرکې باندې او نفرت باندې چې د افغانستان ملت د دې ارمانو ته کتل هغه په سزا باندې ورسېدل دا طالب تر دې ځای پورې د استاد رباني په قول باندې د سولې فرشتې دي سوله یې افغانستان ته راوړه دا چې له دې نه وروسته طالب بیا څه وکړو چې نجیب اعدام شو یوازینی سر باندې خپل حکومت اعلان کړ دا یا غلطي ده یا سهوه ده په دې باندې بیا وروسته بحث کېږي تر دې ځای پورې طالب یو مقدسه ټولنه ده مقدسه طبقه ده چې یو وار یې د روس په خلاف باندې جهاد کامیاب کړی ده بیا یې د مجاهدینو ګډوډیو ته پای ایښی ده امنیت یې رامنځته کړی ده نجیب په داسې وخت کې له منځه ځي چې د طالب حکومت تر اوسه پورې نافذ نه ده طالب مسؤلیت په غاړه باندې نه ده اخیستی طالب غواړي چې په ټول مملکت کې یو امن او نظم راولي بښنه مننه پرسشی که من مطرح کردم یک تا وجه مشترک بود و مو خاطر من تاکید فراوان کردم بسیاری از مردم به افغانستان باور دارن که در اون دوران بالاخره یک طرح آمد به نام طرح مثالی میدی که از جناهای مختلف خواستن که بیاین روی میز میشینیم مذاکره میکنیم حداقل 15 سال گذشته را مثلا من به عنوان یک جوان و شما و فرزندان شما همه کس در افغانستان در یک فضای عجیب و غریب از جنگ و کشتار و انتحاری چند روز پیش کابل که خانواده زاد داغدار شدن مردم میگن که اگر دولت افغانستان صلح کنه اینمی سال خودش دمی شرایط امرای طالبان باید انجام بده اما شما گفتین که طالبان یک جریان مقدسه که از گدودی ها و هرج و مرج که بود دواره همیشه حل ساخت و برای اتحاد و وحدت افغانستان مبارزه کرد و مبارزه میکنه چقدر فکر میکنید که این بحث شما واقعا کل افغانستان در بر بگیرید مثلا به خاطر من او تجربه تاریخی کلمبیا را گفتم وقتی که یک همکرسی رفراندوم انجام داد در اونجا مردم میگفتن گفتن ما کده گروه فارک صوت نمیکنیم آیا تصور کردین لحظه را که مثلا دولت افغانستان یک همکرسی را انجام بده و در نتیجه مردم افغانستان بگوید که مثلا ما و طالبان صلح نمیکنیم به خاطر عملات به خاطر جنگ به خاطر مسئله کرد یک پرسش مردمی است و مخاطر من در اول گفتم که تلاش میکنم پرسش هایی که در ذهن مردم است داشته باشیم
میکنم جواب ما را درست نگرفتیم. ما گفتیم که طالب وظیفه مقدس خود در مقابل شوروی اتحاد و کمونیسم انجام داده، جهاد خود کامیاب ساخته، پس صحنه را با سیاستمدارا و مجاهدین با رهبرای مجاهدین ایله کردن و مدارس رفتند. هیچ کاری با مو طرح ندارد، با مو طرح مطرح نبودند. بحث طالب، شما نام ملا عمر را گرفته میتانی، ملا مربالی را گرفته میتانی، ملا متقیر هم، ملا متوکل هم، نامی ما رو گرفته میتونی که در همو طرح کنم نظری میداشتن و رفتن ایش در صحنه موجود نبودن. حکمت ماندن، حکمت ماندن با مجاهدین که چی میکنه، با نجیب چی میکنه، با ملل متحد چی میکنه، با کشورهای منطقه چی میکنه. مجاهد طالبا و علمای افغانستان صحنه را طرح گرفته پس با مدارس خود رفتن، ولی جنگ در اینجا مطرح نبودن. جنگ تیلی چی هست؟ یه مطمئنی دیگه هست نه، همینه مطمئن میکنه پسنم مطمئن. من از جناب وفایزاده یک پرسش کلی دارم، به این که روزنامه‌نگارای زیاده میخواهیم که در مورد بررسی گفتگوهای صلح در افغانستان در چهار دهه گذشته یک تصویر کلی داشته باشند. بعد باز ما پرسش هایی که هست همچنان حفظش میکنیم و میپرسیم. وفایزاده بفرمایید. بله، یک تصویر کلی چی هستی تحقیق چیزا وای رو در برمی کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد سلام درود دارم حضور همه شخصیت های علمی، فرهنگی، سیاسی، خبرنگاران عزیز و نمایندگان رسانه ها که در محفل امروز تشریف آوردند. مقدم همه ایتان را گرامی می داریم. در شرایط بسیار دشواری و در روزهای بسیار دشواری ما از این تحقیق رونمایی می کنیم که تنها یک روز قبل در 3-4 حادثه در کابل، در قندهار، در هلمند تعداد زیادی از هموطنان ما جانشان را از دست دادند و هنوز بسیاری از خانواده های داغدار در شوک پس از حادثه قرار دارند. و این تنها رویدادهایی نیست که ما نام بگیریم، هر روز ما در گوشه و کنار افغانستان شاهد رویدادهای غم‌انگیزی هستیم. چند روز قبل تعدادی از هموطنان ما در مسیر تالا و برفک تیرباران شدند و همچنین من که خود جزء نسل انقلاب حساب میکنم، از روزی که به فکر و هوش آمدیم تا به امروز در فضای زندگی کردیم که خشونت بوده، جنگ وجود داشته، نابسامانی سیاسی و اجتماعی فراگیر بوده. ما در حقیقت در دامنه یک چنین فضای رشد کردیم و اغلب شمایی که امروز تشریف دارین غیر از بزرگوارا، اغلب شما هم نسلان ما هستید و این تجربه مشترک همه ما و شما در زندگی ما در این کشور است. اما ناگزیری در این است که ما زمان حرف از صلح میزنیم که جنگ وجود دارد، خشونت وجود دارد و مبانی جامعه و قاعده جامعه نارام است. بنابراین ما هم در چنین وضعی هستیم و ما فکر میکنم که امروز با توجه به درد، رنج و نابسامانی که مردم ما و کشور ما در طول 4 دهه گذشته متحمل شده، بیشتر از هر زمانی ما ضرورت به برجسته ساختن بحث صلح و جستجوی راهکارهای برای موفقیت فرایندهای هرچند سست و کند موجود داریم تا این به نتیجه برسه و مو رویای جمعی و ملی مردم افغانستان که رسیدن به صلح و ثبات است تحقق پیدا بکنه. و من به سهم خودم از انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان و در اصلش از جناب دکتر سید مرادیان میخوایم تشکر کنم به خاطر همتی که گماشتن و تمرکزی که در رابطه با صلح متمرکز شدن و تحقیق اولش یک سروی عمومی بود نشر شد که در اون نظریات مردم آمده بود که چند فیصد و چه تعداد مردم طرفدار کدام راهکار هستند و بیشترین مشکل رو در چی می‌بینن. و این تحقیق در حقیقت در ادامه تحقیق گذشته بیشتر متمرکز بر این است که نظریات رهبران سیاسی
شخصیت های علمی و فرهنگی و تحلیلگران و ناظرین اوضاع که اغلبشان خود بازیگران عرصه صلح و جنگ در افغانستان بودند، نظر اینها را بگیریم. هرچند در افغانستان بسیار دشوار است به دلیل امی خود حق‌پنداری ها و روایت های قومی، روایت های حزبی متفاوتی که وجود داره، ایجاد یا ارائه یک روایت سوم در حقیقت کار بسیار دشواری است. با توجه به همین دشواری، تیم تحقیق ما به شمول جناب آقای کریمی و جناب آقای ابراهیمی و سایر دوستان انستیتوت که با من هم کار بودن، تلاش ما در این بود که در تحقیق شخصیت ها و چهره های متعدد متفاوت از تمام اقوام، احزاب سیاسی، با گرایش ها و تمایلات سیاسی مختلف را شامل بسازیم تا حداقل تحقیق جامعیت آرا و نظریات را به صورت لازم پیدا بکنه که 32 نفر از شخصیت های سیاسی رهبران احزاب در این تحقیق مورد مصاحبه قرار گرفتن و روش تحلیل تحقیق هم grounded methodology یا همو من ترجمه شد بعدم دیدم در جایی به فارسی که روش تحقیقی داده بنیاد ترجمه کردم در الان در افتاد شد این مفهوم grounded methodology رو میرسانه یا نه. و به خاطر ای که این مقدار روش ساده تر شد ما این تلفیق کردیم با روش تحقیقی کیتی مصاحبه های مفصل و عمیق و در این تحقیق تلاش شده تا صحبت های یا نظریات کارشناسا بزرگایی که در این تحقیق شرکت کردن انعکاس پیدا کنه به صورت عینی و محققین کمترین دخالت را با توجه به حساسیت روایت های مختلفی که وجود داره داشته باشه. با توجه به این موضوع در این تحقیق یکی از اهداف اساسی تیم تحقیقی ما برای بود که در افغانستان معمولاً ما اگر تاریخ افغانستان نبینیم یک تسلسل واقعی بین رویدادها و حوادث وجود ندارد، یعنی بین دستاوردها ما یک تسلسل پیدا نمی‌کنیم. اما پندار ما برای بود که یک تسلسل بین عوامل به هم زننده تسلسل وجود دارد، یعنی عوامل پایدار و همیشگی وجود داره که هر دستاوردی و هر تحول مثبت را مانع میشه و ناکام میسازه. بنابراین در پی بودیم که حداقل در 4 دهه در افغانستان جنگ وجود داشته و تلاش های بسیار زیادی از سوی سازمان ملل متحد، نهادهای مدنی افغانستان، کشورهای منطقه، طرحهایی مثل طرح کشورهای 6 به علاوه 2، تلاش هایی که از سوی پادشاه سابق افغانستان آغاز صورت گرفت و طرحهای مشابهی از سوی بسیاری از حلقاتی که در بیرون و داخل افغانستان بوده در طول سالهای گذشته صورت گرفته و فعلا هم ما عملا شورای عالی صلح را داریم و تعداد زیادی از شخصیت های ما در اونجا که جناب مجاهد صاحب هم اونجا عضویت دارن و معاونت همون شورا را دارن در طول 15 سال گذشته در تلاش دست یافتن به صلح و ثبات در افغانستان بودن. دلیل ناکامی تلاش ها در حقیقت در چی بوده؟ ما گفتیم بیاییم 4 دهه را بررسی کنیم ببینیم که وجه مشترک در شکست ما در تلاش های برای رسیدن به صلح در چی؟ بنابراین از سال 1357 شروع میشه 4 دهه تا به امروز، یعنی تحقیق ما همین برهه را در بر میگیره و با توجه به مقطع زمانی تعریف شده همه ما آگاهیم که با حمله شوروی به افغانستان، با تجاوز شوروی و قبل از او با کودتای 7 ثور 1357 که به تعریف خودم نظم سنتی سیاست در افغانستان به هم ریخت و فضا به گونه ای شد که بعدها زمینه تجاوز و تهاجم نیروهای شوروی سابق به افغانستان فراهم کرد، افغانستان به صورت مستقیم وارد معرکه جنگ سرد شد، یعنی در حقیقت نبردگاه اصلی جنگ سرد بین دو قدرت شرق و غرب و مؤتلفین منطقه‌ای شد. از او زمان به بعد تلاش های سازمان ملل متحد و تلاش های شورای امنیت بسیار کمرنگ است و
و در معاهده جنوا که در نهایت در حقیقت منجر به خروج قوای شوروی از افغانستان شد، هم این طرح مثل طرح موافقتنامه بن نبود، یک طرح برای خروج سالم نیروهای شوروی از افغانستان بود. هیچ ترتیبات موقت یا دائمی یا انتقالی سیاسی را برای افغانستان پس از شوروی در بر نمی گرفت. یعنی در حقیقت اوج بی‌مسئولیتی جامعه جهانی را در اون شرایط نشان می‌داد که در گفتگو با صاحب نظران همین موضوع برجسته شده و اغلبا به این نظر بودند که قدرت‌های خارجی و خصوص ایالات متحده آمریکا در اون زمان نه طرفدار ماندن یک حکومت کمونیستی در افغانستان بود و نه طرفدار شکلگیری یک حکومت اسلامی. با توجه به اون تبلیغات افراطی که در طول سالهای جهاد برای جهادیگری در پاکستان و در کشورهای منطقه و کشورهای عربی صورت گرفته بود، بنان هر دو گزینه گزینه بدتری برای جامعه جهانی و به خصوص آمریکا بود. بنان افغانستان پس از شوروی و مردم افغانستان پس از شوروی با یک شرح تعریف شده که اونا را به صلح برسانن مواجه نبود، بلکه همه به این فکر بودند که چطور پای خود را از افغانستان بیرون بکشند. بنان افغانستان مانده بود این که خودشان چه طرح را ترتیب میکنه و ارائه میکنه. تنها طرح صلح جامع همون رقمی که جناب آقای مدرس به او اشاره کردن، طرح صلح دکتر نجیب الله بود که از قضا مشابهت های بسیار زیادی را با همون سازوکارهای فعلی داره که ما برای صلح ترتیب داده شده، که در او طرح صلح در حقیقت ایجاد یک دولت فراگیر مطرح بود، ایجاد یک دولت انتقالی که مخالفین هم در او سهم داشته باشه و بعد از او به طرف انتخابات برن و بر اساس انتخابات. من ایسی خوزو میخواییم که مداخله میکنم، چون این بررسی امی تحقیق میتونه بر مردم ما یک ذهنیت بسیار روشن بتر. و من خاطر وقت من مطالعه کردم تحقیق در یک چیز از موارد بسیار کلی در درون این طرح وجود داره که اگر بر مردم بیشتر باشد، مثلا چی عوامل در این شرایط بیره در 15 سال گذشته مانع صلح شد. مثلا در اینجا آمده که ناکارآمدی خود دولت، بی‌عدالتی، فساد، فاصله طبقاتی، ناامیدی جوانا، یک سری از موارد است که همینطور ساده اگر بر مردم بگوییم که چی چیز باعث شده که حداقل این 15 سال به صلح نمیرسه. دنبال ارائه کرونولوژیک یعنی تحقیق بودن که حداقل 4 دهه را به صورت خلاصه موانع عمده را بررسی کنم تا یک وجه مشترک اونجا برجسته ساخته شود. اما اگر شما تاکید داریم که من روی امروز بررسی کنم، با توجه به تجربه همین 4 دهه و چیزی را که من میتونم به صورت مختصر خدمت شما عرض کنم، این است که یکی از دلایل شکست طرح دکتر نجیب الله هم این بود که در اون زمان به صورت بسیار برجستهش مجاهدین هیچگاه حاضر نبود با دولت کابل بشینن و دولت کابل حاضر نبود با مجاهدین بشینن. برعکس مجاهدین مسکو رفتن با خود شوروی ها نشست کردن و معاهده جنوا را و گفتگوهای صلح که منجر به امضای معاهده جنوا شد او بین دولت دکتر نجیب الله و اسلام آباد امضا شد. پاکستان به نمایندگی از مردم افغانستان و تمام احزاب جهادی که اونجا بود این امضا کردن. هیچ گام طرفهای جنگ در افغانستان روبرو نشد و امروز هم ما در حقیقت همو در 15 سال گذشته ما همین تجربه رو داشتیم. طالبان و مخالفین مسلح دولت همیشه تاکید شانی بوده که ما با دولت افغانستان گفتگو نمی کنیم، ما با آمریکا و جامعه جهانی صحبت داریم. و دولت افغانستان گفته ما با طالبان صحبت نمی کنیم. البته یه حرف بخش اعظمی در داخل دولت بوده در که چون طالبان اختیار خود نداره، اختیارش دست پاکستان است، بنابراین ما با پاکستان صحبت می کنیم. بنابراین تا هنوز هیچ گفتگوی مستقیم مشخص بین دو طرف جنگ صورت نگرفته. ما پیچیدگی های منطقوی در این تحقیق کاملا مورد نظر گرفته شده، این که عوامل بیرونی دخالت های منطقوی و همسایه های ما تا چه حد دخیل است و اوضاع افغانستان تا چه حد پیچیده است و او سادگی رو نداره که ما امروز تنها با طالب مواجه نیستیم، امروز داعش داریم، شبکه حقانی فعال شده، شبکه های تروریستی زیادی در افغانستان فعال شده، امروز اقتصاد سیاسی مواد مخدر با منافع بسیاری ها گره خورده. اینا همهش در حقیقت به هم پیوند خوردگی همه عوامل میتونه مانع برای صلح باشه. و در قدم دیگر اون بحثی که مطرح بوده ای که در اون زمان
هم همین موانع وجود داشته و امروز هم همین موانع وجود داره که شرایطی که از دو طرف گذاشته میشه برای صلح طوری که صاحب نظرها هم در این تحقیق با او اشاره کردن و نظرشان از دو سو ما تلاش کردیم بگیریم این بوده که تلاش های بسیار قطعی و سنگین است. یعنی شرایط بسیار قطعی و سنگین است. یکی میگه کل قانون اساسی رو تعدیل کن و یکی بگه یک نقطه قانون اساسی قابل تعدیل نیست مثلا، در حالی که یک تعداد من نقل قول نمی کنم اما یکی از دوستان مثلا گفته که ماده بر اساس ماده 149 قانون اساسی غیر از ماده 1, 2, 3 بقیه همهش بر اساس منافع ملت و ایجابات شرایط قابل تعدیل است. یکی میگه که خارجی ها امروز خارج شوند، زندانی های طالبا آزاد شوند، قانون اساسی تعدیل شود، شریعت اسلامی و قرائتی که ما داریم و طبق فهم ما سر از فردا تطبیق شود، بنان ما او زمان صلح میکنیم، بنان ارائه کردن شرایط سنگین و انعطاف ناپذیر در حقیقت فضا و مجال را برای گفتگوهای صلح تنگ میکنند و اگر فرصتی هم باقی باشد به اضافه دستاندازی ها و مداخلات کشورهای همسایه و قدرت‌های منطقه‌ای رقیب که هر کدامشان تلاش می‌کنه در حقیقت نماینده‌های خود را در سیستم سیاسی و ترکیب اجتماعی افغانستان داشته باشه و یا جنگ را به نحوی به نفع خود می‌دانه، به اضافه اینا موانع عمده است که می‌تونه ما را از رسیدن به صلح مانع شود. بسیار تشکر. فایده صاحب از این است شما که در دولت گذشته در یکی از کرسی های بسیار بزرگ حکومت ایفای وظیفه می کردیم، وزارت جنگ یا وزارت دفاع، صلح تقریبا در افغانستان به یک رویای دست نیافتنی تبدیل شده. اگر از گذشته تاریخیش تا به امروز یک پل بزنیم بلا فاصله در ذهن بسیاری ها سوالات ایجاد می شه. مثلا با کی صلح کنیم؟ دوست کیست؟ دشمن کیست؟ انتقاد کلانی که بوده مثلا این که ما یک سیاست تعریفی درست در برابر دوست دشمن خود نداریم. در دوران آقای کرزی مردم انتقاد میکردن که چرا طالب را برادر میخوانی؟ چرا روز با پاکستان بیش از حد نزدیک میشی و روز هم یک فاصله عجیب و غریب میگی؟ در کنارش مسائلی که آمده که بسیاری ها در درون خود افغانستان بر حاض تمایلات قومی، سمتی، زبانی یک اراده جدی بر صلح وجود ندارد. پرسشی که مطرح میشه بدیل شما در این شرایط فعلی دولت مصارف بسیار گزاف کرد، شورای عالی صلح هم بناماند که مصارفشان هم فراوان است، ما گزارش های مختلف در رسانه داشتیم، برجز یک دستاورد کلان که صلح با آقای مطیار بود ما چیز ملموس دیگه را در دولت افغانستان نیافتیم. فکر میکنید علت در چیست؟ و بازم من میپرسم مردم چون میگن که ما طرف گفتگوهای صلح ما طالباست، چرا فکر میکنید طالبا آماده نمیشن که بیاین با دولت افغانستان صلح کنن؟ بسم تشکر که این شرایط مساعد کردند که تا نگاه مختلف از طریق یک نوشتار در ارتباط به صلح نشه برسه. این تشکر به خاطر این محفل ما میخواییم که ابتدا تسلیت بگم به فامیل همه شهدایی که در راه آزادی بودن و شهادت رسیدن، مخصوص شهدای حادثه اخیر و مجروحین آرزوی سلامتی کنم. خب اگه اجازه بدیم یک کمی بیشتر صحبت میکنیم راجع به این موضوع، دیدگاه های شما ارائه کردیم، دیدگاه های مجاهد صاحب ارائه کردن، یک مطلب بشه. من فکر میکنم که ببخشید صدایتان بسیار ضعیف است، مایکا اوجا ما نگید، اما خودم ضعیف نیستم. One more.
تقریبا 14 هست که به افغانستان آتش جنگ شلوار و صدها هزار انسان ما با بهانه‌های مختلف به شهادت رسیدن، کشته شدن، زخمی شدن و میلیون ها انسان مهاجر شدن و تمام این سالها مردم شریف افغانستان به انتظار ازی بودن که یک روز بتانند با آرامی زندگی کنند و یا بگویی دیگر شاید یک فضای صلح در دیارشان باشند، در سرزمینشان باشند. من تصور میکنم که نکته اساسی در صلح، چون یک واژه مقابل جنگ است، نکته اساسی همیشه در صلح توازن قدرت است. یعنی باید شما از لحاظ نظامی این توانمندی پیدا کنید که طرف مقابل از پیروزی خود دیگه ناامید بشه. ما یا هر طرف دیگه یا هر گروه دیگه به هر کشور افغانستان به خاطر چی میجنگه؟ طبعا یک هدف مشخص داره که به خاطر اون هدف مشخص میجنگه و میخواه قدرت سیاسی به اون کشور به دست بگیره. تا وقتی که از لحاظ نظامی، از لحاظ توانمندی نظامی به این نتیجه نرسه که ما با این قدرت نظامی خود نمیتونم به هدف خود برسم، بهتره که صلح کنم، تا او وقت گفتگوها نتیجه نمیده. یکی از اساسی‌ترین رکن انمی است. پس افغانستان، مردم افغانستان، دولت افغانستان باید ابتدا وی توانمندی خود افزایش بده و به طرف مقابل به دشمن خود بفهمونه که اگر صلح نکنی موفق هم نمیشه. دشمن از این سایپی هست در اینجا؟ دشمن هر کسی که میشه دشمن هست. نه، اگر کمه که مثلا بسیار واضح هست، کسی که اندار میکنه، انفجار میکنه، طالب، القاعده، داعش، همه که دشمن هست. تا وقتی که خودمون صلح نکنه با کمیته مذاکره نشینه، صلح نکنه دشمن هست. در این حالی که دشمن ما خب پیشنهاد ما به نمایندگی از دولت صحبت نمی کنم، پیشنهاد حتما مجاهد صاحب صحبت خواهد کردم. پیشنهاد دولت هم بسیار واضح است که متقاضی ما صلح، اما وقتی که میدان جنگ میکنه دشمن گفتگو نداره. تعریفش هم بسیار واضحه. اگر یک یا دو تا جمله که مثلا چی علت در ذهن طالب هاست اگر به مورد کلانترین گروهی که در برابر دولت می جنگه آزد نمیشه که صلح بکنه چی خواهد بود؟ من نمیتونم میرسیم، اجازه بدیم که بحث یک مقدار جمع بشه از حالت مصاحبه یا حالت چه دیگه و به حالت تحلیل دیگه. مسئله دوم برای صلح برای یک کشور اراده ملی هست. یعنی حکومت با تمام مردم، نهادهای ملی که داره، نهادهای اجتماعی که داره، احزاب سیاسی داره، یک پارچه بسیج بشه به خاطر صلح. از تمام ظرفیت‌های ملی چه دولتی و چه غیر دولتی برای صلح استفاده بشه. نکته دوم اساسیه. مسئله سوم طرفین درک بشن. یعنی بتونن دیگر خود درک بکنن. مثل ما بیشتر گفتن که میگه باید قانون اساسی از بین بره، شریعت حاکم باشه، این میگه ما قانون اساسی قرآن نمیتونم. باید درک کنم اندگره که چی میتونن بدن، چی میتونن بگیرن. هنوز ما به یک گفتگویی نرسیدیم که بشینیم روی و روی صحبت کنیم. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، تو چی میخوایی از ما؟ ما چی میخواییم از تو؟ تنها گفت واضحی که طرف افغانستان روشن ساخته تو ما چند خط قرمز داره قانون اساسی ما و بعضی مسائل دیگه کنه بشه. فلاز درک متقابل ضرورته. هنوز طرفین جنگ در افغانستان به درک مقابل نرسیده. سوم، با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک و ژئوستراتژیک افغانستان، کشورهای منطقه، کشورهای جهان به افغانستان منافعی دارند. با توجه به همین چهار رخدادهایی که صورت گرفته، به یک نحوی از انواع کس منافعی در افغانستان پیدا کرده. اینا باید به یک توافق برسند که شورای منطقه. به طور مثال یکی از حامیهای اصلی طالبان پاکستانه. به کجا تعلیم میشن؟ به کجا تربیه میشن؟ از کجا تجهیزات میارن؟ به طور مثال دولت میگه که به هزاران نفر طالب در سال جاری زخمی شده. به کجا تداوی شدن؟ به افغانستان به طور مثال کدام ماشین یا کدام کمپانی کنترل مین خونی؟ مینای چسبک از کجا میاد؟ کنترل از کجا میاد؟ هر کدوم منافع دارن افغانستان، کشورهای منطقه،
در سطح وسیع‌تر کشورهای منطقه به طور مثال کشورهای خاورمیانه و در سطح جهان کشورهایی که اینا هم به یک توافق نظر باید برسن، در اون شرایطی که ما آماده میشیم برای یک صلح. و غیر از اون هنوز بسیار ما به نظر ما دید ما به صلح بسیار فاصله داریم. موضوع دوم که شما اشاره کردین به کولومبیا، به تصور ما صلحی که به کولومبیا هست، صلحی که دکتر رجیب الله مطرح کرد و طوری که فیلن هست بسیار متفاوت هست هم بگن از لحاظ نام یکیه سال و جنگ، اما از لحاظ مرتبه وقت شما به تلیل بشینید افعاد ایدئولوژیک جنگ افغانستان رو بگید، افعاد منافع منطقه جنگ افغانستان رو بگید، افعاد منافع جهانی که قدرت‌های بزرگ که در افغانستان دارن ببینید با کولومبیا بسیار متفاوته. کولومبیا یک گروهی به خاطر قدرت سیاسی جنگ میکنه و به خاطر موارد مقدر 50 سال جنگ کرد نتونست کار بکنه به این نتیجه رسید که باید صلح کنه. اینجا افعاد ایدئولوژیک منطقه مطرحه. اگر من کوتاه اشاره کنم برای تحقیقم از این شما دیگه خود گفتیم که من تحقیق خوندم، شما هم خوندین، دوستایی که اینجا هستن خوندن، اجازه بدید کنم. این بسیار متفاوت از صلح به افغانستان و همچنین صلح نجیب متفاوته. ببینیم نجیب، دکتر نجیب یک شخصی هست که نتیجه میلیون ها مهاجر، ده ها هزار انسان کشته شده، سالها جنگ آمده اعلان میکنه که به این سال شما اگر یک مروری بکنین از وقت که به دموکراتیک خلق افغانستان در هفت سال قدرت میگیره تا وقتی که بحث صلح در سال 86 مطرح میشه که دکتر رجیب مطرح میکنه، شو واقعیات وحشتناکی به افغانستان رخ نمیده و ده ها هزار انسان کشته شدند، به میلیون ها انسان مهاجر شدند، به میلیون ها انسان بی خانمان شدند. خود دکتر صاحب نجیب در رأس خود وقت بوده و بیشتر همین جنایاتی که صورت گرفته در زمانی بوده که دکتر صاحب نجیب در رأس خود بوده. ملتی که جهاد کرده، جنگ کرده، ملتی که شهید داده، آواره داده و به میلیون ها انسان مهاجر داره، چطور حاضر میشه بیای با کسی بشینی به میز مذاکره که او حداقل بدنامی از او کشتار میلیون ها انسان و مهاجرت میلیون انسان از یک طرف و اتهام بیدینی است در او؟ اینو شما نمیتونید با حکومت فیلی مقایسه کنید. حکومت فیلی از بدن مردم به وجود آمده، یک توافق سر از او صورت گرفته، در سطح بین المللی آمده به افغانستان، مردم افغانستان انتخابات برگزار کردند، لوی جرگه برگزار کردند، قانون اساسی ساختند، انتخابات کردند، برگزیدند، اینا را آمدن به میدان. اون مردم بگن که روش هایی که حکومت هم روی دست ناکام بوده تا هنوز بحث ناکامی کامیابی یک طرف هست، بحث مشروعیت هست و هر روز مردم از این سبب در افغانستان کشته میشن. خود شما پیام تسلیت با شروع مقدمه شان دادین به خاطر از این که در زیر چتر همین حکومت هم من میخواییم بگم که مقایسه کردن صلح فیلی با صلح دکتر صاحب نجیب با صلح کولومبیا کار درست نیست. به خاطر از این که او وضعیت یک از درون خون ملت به وجود آمده. نه بس مقایسه وضعیت که بر اساس اراده ملت به وجود آمده. شما میبینید که این حکومت این وضعیت به شکل به وجود آمده، مردم آمدن انتخابات کردن، حکومت برگزیدن، حال مشکلاتی که ما داریم داره بر صورت اینه. این مقایسه درست بفرمایید. پرسشی که بسیار جدی است، روند که به عنوان گفتگوهای صلح آغاز شد سرمایه کلان برش مانده شد و دیده همی چشمنداز همیست که نهایتاً ما میتانیم روی میز مذاکرات بشینیم و بر مردم افغانستان صلح برمغان بیاریم. اگر بخواییم موفقیت یا ناکامی از این سیستم یا این روند که فعلا به عنوان گفتگوهای صلح است بر مردم بگیم، آیا میتانیم دل ببندیم که نهایتاً میتانم ما را به طرف صلح بکشم؟ طبیعتاً به خاطر که پشت سر صلح یک ملت است یک اراده جهانی پشت سر از اصول افتاده. اگر از بعضی مشکلات و چالش هایی که من خودم هم عنوان یکی از کسانی که به دولت بوده، چون ما در وضعیتی بودیم که نمیتونستم دیدگاه خود رو بگم، همیشه من باید میمونم به جلو کامره استاد میشینم دیدگاه دولت رو وقتا میگوتم، من اجازه نداشتم که دیدگاه خود رو بگم. خیلی مسائلی بود که میشد ما به بیتر رو پیش بریم، میشد که بستر برای صلح بیتر مساعد کنیم، بستر برای امنیت بیتر مساعد کنیم. اما اساسی نقطه نیست، برای شما پیشتر عرض کردم، من گفتم که
تا وقتی که شما از لحاظ نظامی و میدان جنگ دست بالا رو پیدا نکنید و طرف مطمئن نسازید که تو موفق نمیشی و طرف مطمئن نسازید که تو به جنگ برنده نیستی، تو او وقت چنزمی های سیاسی و فراز و نشیب هایی در گفتگوها همیشه وجود داره. بله. اما خوشبختانه که میبینیم که آهسته آهسته به پیش میریم، حال وضعیت امروز شما نمیتونیم از لحاظ گفتگوها و وضعیت سه سال پیش مقایسه کنیم. بله. عزیز، همونطور که پیشتر خودتون اشاره کردین و فاکتورهای بسیار کلامی که بنیاد این جنگ صلح گذاشته، مثلا در این تحقیق که بسیار جامع آمده که یک بخش کلان از این جنگ مسئله مواد مخدر و اقتصاد مافیایی شکل میکرد. بسیاری ها باور دارن که اگر جنگ پایان پیدا کنه ما از شاهرگی که اقتصاد مافیایی است و در مناطق ما امرار معیشت میکنیم بازیمانی گرد که این گرد در کولمبیا بود. دوم، در اون دوران هم میخواستن که حکومت سرنگون شود و به لحاظ ایدئولوژیکش اگر کم کنار بگذاریم حداقل دو تا یا سه تا شباهت داریم. همینجا هم جنگ جنگ میگن که اون طرف به خاطر مواد مخدر اقتصاد مافیایی. به این خاطر سوالی که باز هم مطرح میکنم همیست که حکومت افغانستان که شما مقزمان بخشش بودین هرچی تلاش کرد تا می لحظه به نتیجه نرسید. او طرف هم طالباست، گروه کلان. طالبا به خاطر دو تا دیدگاه کلانی که دارن، برآمدن کل نیروهای خارجی از افغانستان و تغییرات یا حداقل گذر از قانون اساسی افغانستان، فکر میکنید حداقل این دو تا مثلا کار ساده است که ما بتوانیم در فاصله کوتاه زمانی به حل برسیم؟ خب ما تصور میکنیم که یک زمان به کار داریم، یک درگ متقابل رو خواست. ما میتونیم چی بدیم، طالب میتونه از چی موضوع عقب نشینی کنه. زمان ضرورت داره و اما بیشتر چایی مرتبه سوم رو تکرار میکنم، تا وقتی که شما از لحاظ نظامی ناامید نشین و پیروزی خود با گفتگوها نتیجه نمیده. هر لحظه شفاف شما فکر میکنیم که اگر این شرط مربونان یا خط سرخ قبول کرد قبول کرد، اگر نکرد به میدان جنگ رو میزنم. روک اساسیه دولت افغانستان، جامعه جهانی باید تمام توان خود بکنه استفاده کنه که دولت افغانستان از لحاظ نظامی قدرتمند شه، مدیریت جنگ قوی‌تر از این شه، حالت جنگ از این وضعیت بیرون شه. این بسیار بسیار مهمه. تشکر مجاهد صاحب. یک بحثی که بر تمام افغان ها مهم است، عزت و آبادی و سربلندی و هویت و وطن است که دیگر دست ما دراز نباشد، دیگر معلم ما، پدر ما، مادر ما، خواهر ما، برادر ما زیر چتر جنگ جانای عزیز خود را دست نتند. یک چیزی که در افغانستان است هر کس میگه من خوب است. اگر شما کاتگوری‌های مختلف صحبت بکنی هیچ کس قرار نیست که روی شانه خودش یک بار ملامتی را بکشاند. که پیشتر از ادبیاتی که شما استفاده کردید من برداشت کردم که نوع نگاهتان به گونه است که قرار نیست ما بپذیریم که در فاجعه کلان انسانی که در افغانستان آمده اقرار ملامتی را مردم یک چیز میخواهند از کسایی که رهبر هستند، گروه های مختلف هستند که شعار میتر به عزت و به آبادانی افغانستان باور داریم، ولی عملا نه به او عزت رسیدیم، نه به آبادی رسیدیم، نه به صلح رسیدیم و نه به امنیت رسیدیم. یک شکایت کلان مردم هم ایست که ما صلح میخواییم اما طرف مقابل ما صلح نمیخواییم. طرف مقابل هم آل اگر داعش آمده، اگر گروه دیگه دخش دفکن آمده، ولی یک گروه کلان طالباست. این فضا جدا از رسانه فضای خوب است که ما فرصت زیاد داریم صحبت بکنیم و تحلیل‌های شما را بشنویم. همین پرسش مانده که چرا طالب حاضر نمیشه با دولت فعلی افغانستان صلح بکنه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: ولا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، صدق الله العلي العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدين.
أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جناب دكتور تمرديان، جناب عزيزي صاحب مطلق صاحب نور طول و دوستان و شرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور تمرديان أكثر منا نكوشي مهم مسائل بانده حتى كوي و دس مجالس راونا دي كوي خدا دي وكوي چه ده دس مجالس ونا مغا يو غط پورتكو يو مثبت طرف مانده تيو ده ده مانده چه جنجال پورتكو اختلافات را پورتكو دي حل لا را بك پيداكو مرض تبتونيس مرض پيداكو دي مرض دي علاج بفار يو شاي پيداكو ده غز مغا دي ملت بغط بانده كي رايزي كما آيات كريم چه ما ولوستل الله وآي چه تاسي بسل لفار دي افراط ملاس واخده كان او هس قلم دي الله پو دين پوري پو الله پوري بس خبري ما كويش اغا حق ندي اغا حق ندي زان مسلمان بولوی دي اسلام کلمه وایسته خو پا حقیقت کی دیو بل ایزم یا دیو بل ایدیالوجی دی پار کار کوي لما نافقات تکم This is a hypocrisy It will not work anymore پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ایاکم الغلو فی الدین تاسو افراط نه لاس واخلئ افراط مه کوئ انما اهلک الذین من قبلکم الغلو فی الدین له تاسو نه مخکې قومونو ملتونه چې تباه سوي دي هم همدغه افراط تباه کړي دي د افغانستان مرض افراط هېڅ بل اسمان نه لري د مشکلاتو د حل دفارا اعتماد با اعتمادی کلی دی بنیاد او اعتمادی حل دی در دو کلمی دی پوکول سالویخ کال بحران که هم دغم مطلع را تقرارا روانه دی کمونیستان راولو سوشالیزم یه پویو افراتی بنا دلتا رامن سکو چاکی که شلدیر جریبم دکه در روزم فیرال بی ورطوه او دې ظالم بچی فیوډال هغه ته ویل کیږي چې په زرهاو جریبه مځکه ولري په زرهاو غلامان پکې کار کوي لکه په امریکا کې شمالي امریکا کې ده چا چې به ګیره پرېښودله مسجد ته لاړه هم وایي دا توره ارتجا ده دی کپیټالیزم د امپریالیزم سره رابطه لري داسې دغه به چې ورغلي و د امنیت والا پلې چرخې ته به بله ورځ پلې ګون کې خطه خاورو لاندې کړه افراط برای خدا افراط دا د دې ملت لپاره نه و همدغه کارمل و چې نارې وویلې چې د دې وطن خاوره زموږ په کار ده انسانان مو نه دی په کار برای خدا دومره عظیم افراط او بیا موږ نن غواړو چې هغه مقدس معرفي کړو چې دا ولې مړ شو که نه ګورئ د ما په جواب کې چې غلطي ونه کړئ طالبان تر هغه وخته پورې 1996 پورې چې کله راځي تر دې وخته پورې استاد رباني ورته فرشتې ویلې د دې غرب ټولو راډیوګانو ورته پرښتې ویلې بي بي سي او سلا امریکا ورته پرښتې ویلې له دې وخته چې دوی د یوازې د دې باندې چې یو براډ بیس کوالیشنل ائتلافي حکومت اعلان کړي جدا جدا حکومت اعلان کړ مثبت له دې ځای نه پیل کیږي وروسته تاریخ د طالبانو بیا ګورو چې هغه په څه ډول باندې ده تر دې ځایه پورې تاسو د افغانستان تاریخ ته وګورئ عجیبه قرباني ده و تهیرو وایستی قهرمانان وایستی چې د شوروي په خلاف یې جهاد کړی ده او ټول ثمره د جهاد یې پرېښی ده او د مدرسې په تللی دی بېرته خپل کتاب راخیستی ده نن ګورو چې د جهاد په نامه لیکي جهاد کړی ده او که نه ده کړی یا یې خونریزي کړې ده یا یې قتال کړی ده خو نن هم د امتیاز نه لاس نه اخلي هغه وایي چې نیم حکومت به هم زما یي نیم دولت به هم زما یي نیم اقتصاد هم زما یي دلته به قهرمانی هم زما یي که برای خدا که نه تاسې مقایسه کولی شئ دا خلک هغه چا چې واقعي جهادي کړی ده او هغه هېڅ نه دی غوښتې نه یې چوکۍ غوښتې ده نه یې امتیاز غوښتې ده هغه بېرته مدرسې ته لاړ شي تاسو تصور کولی شئ دا قرباني که ښه د دې نه وروسته پېښېږي چې مجاهدین بر سر اقدار راځي دې وخت کې طالبان ګوري نه دي مطرح قطعا طالبان وجود نه لري نه دي نجیب په طرحه کې مطرح دی ولې مجاهدین او رهبران نجیب په کابل کې ناست دي د په طرحه کې توافق سره ونه کړ ولې دوی سره جوړ نه شو کړ د نن سیوان طرحه ولا نجیب په کابل کې ناست خو درک مجاهدین ولې ول
رئیس جمهور دی صدر اعظم په خلاف نیږي دی صدر اعظم دی رئیس جمهور په خلاف نیږي دغه مرحله څنګه ته طالب ته متوجه کوي کنه میډیا پس ځانو نه پوهیږي په دې وخت کې طالب چیرته ده کنه نه دي نه دي بیلن سیوان په طرح کې مطرح ده نه دي نجیب په طرح کې مطرح ده نه دي استاد رمانی دی حکمتیار دی جلال آباد په طرح کې مطرح ده نه دي پېښور په طرح کې مطرح ده نه دي اسلام آباد په طرح کې مطرح ده نو ځکه ما تر دغه وخته پورې د طالب حرکت ته یو مقدس حرکت وبایي او تاسو باید مقدس حرکت ورته وایاست کله چې مجاهدین بر سرکدار راځي متاسفانه متاسفانه د جهاد هغه ارمانونه چې په دې مملکت کې دي یو اسلامي حکومت جوړ شي یو په دې مملکت کې دي عدالت رامنځته شي د ټولو قومونو په مابین کې دي یو مساوات او برابري رامنځته شي د دې مملکت کې یتیم موسکي دي پاتې شي د مملکت په طبي منابعو باندې دي کار وشي دلته دي صنعت او تجارت وده وکړي د قدرت په خاطر باندې ذات البیني جګړې پیل کیږي دا د چا نه پوهېږي یو ورځې فرانسه کې دغه جناب زیامسود ما ته مخ باندې میز باندې ناست وو د فرانسې په شانتي کنفرانس کې یو عجیب سوال مطرح کوي که تاسو ته به هم عجیب وي کنه ما ته وایي په ډېره سادګي باندې ګرچې په دې په سر کې ما دا اعلان وکړ ګوري دلته نه د دولت نمایندګي کوم په دې کنفرانس کې نه د طالب نمایندګي زه شخصا د خپلو نظریاتو نمایندګي کوم د هیچا نمایندګي زیامسود ما ته سادگی باندې مخاطب کی مجاهد صاحب ته راته وایي چې دا طالب ته دغه انفجار او انتحار او دا قتل عام او دا بېګناه انسانان دا وژنه کوم ملا فتوا ورته ورکړې کوم مرجع فتوا ورته ورکړې دا کوم شرایط لري ما ورته ویلي د افغانانو د حفیظي دومره کمزوري دي دومره ضعیفي دي چې هر څه یې بیا د هغه نه وتلي تاسو ته هم وایم میډیا چې خپله حافظه ډېره کمزورې مه ساتئ دا ټول مشکلات موږ دې ته راغلي دي چې حافظه مو کمزوري مقطعي په وړو شیانو باندې بحث کوو او دنیا ټول رچې غایب ده نو ما په جواب کې ورته ویل مولوی جناب زه مسعود صاحب سبزل تانه پوښتنه کوم شاید اوس هم زما په دې میډیا کې به اوس دا خبرې اړوي کنه نو مولوی تانه پوښتنه کوم د داوود یو مشروع جائز رژیم و د افغانستان خلق او ملت منلی و د هغه په خلاف باندې مقاومت موجود نه و هغه چې د پنجشیر نه د داوود د رژیم په خلاف باندې مقاومت پیل شو تانه پوښتنه کوم چې د تا ورور ته احمد شاه مسعود ته کوم بلا فتوا ورکړې ولا کوم مرجی فتوا ورته ورکړې چې د یو قانوني شرعي پر امن رژیم په خلاف باندې ته بغاوت شروع کړې د پنجشیر جواب یو دوهم مې ورته وویل که قانوني صاحب ناست وو جناب محقق صاحب دا ټول په کنفرانس کې ناست وو اسمر صاحب دوی په دې کې موجود وو دوهم ته دغه انفجار او انتحار ته ګوته نیسې زه درته وایم لکه دا اوس چې درته ویلي چې طالب جهاد وکړو د کمونستانو په خلاف باندې د جهاد امتیاز یې وانخیستل بېرته مدرسې ته لاړ خپل کتاب یې شروع کړ او حکومت یې ټول تا ته پرېښودل چې په دې مملکت کې حکومت وکوه د ملل متحد د عیسایي مطابق 15,000 انسانان یوازې په کابل کې ووژل شول د دې داخلي جګړو په نتیجه کې زه له تانه پوښتنه کوم چې دغه 15,000 انسانانو د قتلولو فتوا کوم ولا درکړې ولا دا جواب چا درکړی و تاسو طالب خو تاسو حکومت پرې کړو طالب خو تاسو موجود نو نو زموږ حافظه دومره ضعیفه ده بېرته ګورې زه خپلې خبرې ته راځم چې موضوع لاړه نه شي افراط الله وایي چې تاسو د افراط نه ډډه وکړي مجاهدینو په خپل وخت کې افراط وکړو د یوې محدودې ټولې نه پرته مجاهدین هم حکومت نه ورته پرېښودل ملګري هم حکومت نه پرېښودل هر څو چې مرض درته پیدا کوم چې مرض جلاد درته وکړي ما فکر میکنم با می تجربه تاریخی و با حکایت شخصی که خودتان روایت کردین یک بحث بسیار کلان آوازی ساختین ما فکر میکنم که در حقیقت شما دو چهره جهاد بر مردم خواستین نشان بدین نه نمیگم تا که مثلا که تکمیل نشوه ما نتیجه گرفتن نمیزنیم ما پرسش ما قسم میکنم که واقعی گپ شما تکمیل شوه به خاطر از این که یکی شما با مو برهه زمانی که گفتین که تا مو دورت طالبا به لحاظ دید ما و حتی دید شما کار مقدس بود این طرفش اگر خودتان با می فراز و نشیب تجربه کردین این طرف مبارزات شد چی میگین؟ خیلی گذار چون پرسش پاسخ وقت شد بروان دوان بودیم بروان دوان بودیم چون دکتر سبی شرا میکنم که وقت تمام از با جورنالیست حرکت ما را قطع کردیم ما در روان دوان بودیم و گپ دیگه می بود که
نگفتین که چرا با می دولت صحبت نمی کنید؟ نه این ما بچه ها خود نه ما خود بیباییم نه خواهش میکنم چون اما وقت مجاهدین و انحصار پا نتیجه که خپل جهادی را لیغوب خلاف سوری حکمتیار در صدر اعظم پایست پندید یا ورده دی پار صدر سران آفرین خودر کن در دی افراد نتیریگم پا نون سوشپگ نوی سپتمبر تنزوی ستم بندید طالبان را لو طالبان هم دی افراد نکارو اخیستم ای کاش دی مستقیل حکمت نوی اعلان کرد او د افغانستان ملت ته دعوت ورکړای وای شراف یو سیو او شیل بنیاد حکومت جوړ کړي په دې کې ټولې اسلامي ډلې سیاسي ډلې جهادي ډلې شامل وای او دوی دې یو نگران په حیث باندې قوت چې فرشتو په حیث باندې کې نشي وای متاسفانه دې هم جداګانه اعلان د حکومت وکړ لملانه پرته ای خواته بل څوک نه پیژندل دا افراط الله وای چې ولا تغلو في دينكم تاسي افراط مكوش افراط مكوش افراط خلق تبقى لدي ام دغا افراط دي طالب دي ماتي دي شكاس تو گرده ده في الدن دي في صدا خاور اي ترلا سكره ولا خواه دي خبل افراط کو نتيجه كي يوانا قرأ سوى چي حكومت جو كي فمتن دي خبرو كي زب وجود ولا ما كطالب بو لگ ان اعتاب خود علي واي بين المللي روابط مراد كري واي د دنیا سره په ډیپلوماټیک ژبه باندې پوهه تاسوای زه په مذاکراتو کې ومه چې د امریکایانو سره په نتیجه ورسېدل په 2000 کال کې که طالبان دغه شرطونه ومني خپل حکومت ته وساتو چې موږ د پرسمیت په جنو کوم کې کوو کا د چانسلر څور کول کا افراط افراط کله چې طالب دې منځلا طالب دوباره اوس دې جناب کرزي صاحب دوره راغله په نتیجه کې جناب غنی صاحب دوره در کلمة الحق يريد بها الباطل ترى عنوان دي ديمقراطي لاندي عنوان دي جمهوريت لاندي افراط دي افغانستان كي مغا ديمقراطي پا يو چوکار كي منا لده دغا ميديا بي چوکار بيانه گي مغا پا يو چوکار كي منا لده سياست مداراني بي چوکار والي آیا دي ما قانون اساسي دي تاري پار قبيل قبول ده وخل بتاس قانون اساسي والي مغا ديمقراطي پا افغانستان كي پا دي شرط منا لده چې دا اسلامي جمهوریت ده نه دیموکراتیک جمهوریت ده نه یو بل جمهوریت ده اسلام زموږ رسمي دین ده هیڅ قانون به د اسلام د احکامو د معتقداتو په خلاف باندې وي د قراءت تر چوکاټ لاندې ولا تقولوا علی الله الا الحق په خدای باندې غلط غلط بیا تورونه مه لګوئ که نه راته هغه صحیح تعبیر خو یې ته وکوه بشکر اهل د دې شي صحیح تعبیر وکوي اولین اسلام زده کړه د اسلام صحیح تعبیر وکوه بیا ما ته وایي ستا تعبیر غلط پر دې چوکاټ لاندې چې موږ ډیموکراسي ګوره د خلکو چې پوه سي موږ ډیموکراسي دلته په چوکاټ کې منلې ده په غرب کې دي چې د ډیموکراسي لپاره چوکاټ څه شی دی لیبرالیزم سیکولاریزم کپیټالیزم بس په شرق کې د ډیموکراسي لپاره چوکاټ څه دی اپوزیټ سایډ مختلف مخالف لیبرالیزم سیکولاریزم سوشالیزم بلکې په اسلامي هیوادونو خصوصا افغانستان کې د ډیموکراسي لپاره چوکاټ تشکر که دی چوکاټ نه ای خواته د ډیموکراسي تر چوکاټ ته نه لیبرالیزم کپیټالیزم منحوسي مفکوري په مبند تطبیق کوي نه ملت له تا سره ملاتړ کوي نه د تا ملګرتیا کوي که غواړي چې د صلح د نره تک جواب ووایم بیا به تاسو خپله په تاسو پورې اړه لري که نه تر اوسه پورې مرض همدغه افراط ده کمونستانو افراط وکړو مجاهدینو افراط وکړو طالبانو افراط وکړو موجوده رژیم هم افراط کوي تر لاندې ډیموکراسي تر چوکاټ لاندې موږ چوکاټ ورته مت کړی دی چوکاټ مته یي هغه په ملت باندې تحمیلوي چې ملت یې نه قبلوي بسیار تشکر ما فرصت برای بله میشه گفتم میشه کوتاه کن لطف کنی خب مجازات بیشتر چند مرتبه داره که طالبا جواد مقدس که خلاص کردن باز رفتن خانه خود نشستن اینا تا جایی که من اطلاع دارم چیم از اون وقت شروع جهاد به امراه بودم و یک کتاب هم نوشته کنم به نام طالبان چی گناه آمدن من یک جریانی به نام طالبا و افغانستان یاد نمیدم. همین طالبا بودن، امرای مولایت محمد دمی بودن، امرای مولایت فارس بودن، به این گروپ های مختلف بودن. سال 66 بود بخیالم که من از طریق کویته امرای مامالیاور به قندهار رفتم، همونجا به طالبا رو هم دیدم، خود مولا منمر آخوندن هم دیدم.
طالبان که به قناری اگر سری ایجاد کردن به حمایت بیرونی اولین بار به هرات آمد یک چند نفر همراه امیر اسماعیل خان صحبت کردن من وظیفه گرفتم مجای سید که اینا رو برم به کابل من اینا رو آوردم به کابل به می هتل انکت کندینیزال به می نزدیکی ما و شما اینا تقریبا 20 روز بودن یک خواستای بسیار ناچیزی از استاد داشتن که کمک کنید که چند تا موانع بین سرکات توسط مجاهدین گذاشته شده اینا هم اینا رو ور می‌داریم و کار ما در سطح قندهار است استاد هم یک مقدار پول کمک کرد و ما اینا رو پس بردیم به هرات و بالاخره قدم به قدم طالبا با توجه به مو حرکتی که داشتن شعارهای اصلی خود کنار گذاشتن و شعارهای دیگه دادن طالبا و افغانستان یک جریان سیاسی یک جریان جهادی نبودن که اینا رفته باشن به خانه‌های خودشان یک مردم می‌بودن که به جریان‌های مختلف چه بودن مثل از اینا که رفتن به خانه‌های خوششتن تقریبا اگر ما بپذیریم که در سطح افغانستان جناب مجاهد 500 هزار مجاهد بوده اگر 10 هزار از اینا با قدرت رسیدن و 20 هزار دیگه 480 هزار دیگه از اینام رفتن به خانه‌های خوششتن اینطور نبوده که کل مجاهدین رفتن بسیار تشکر من اجازه بدید اینطور نبود شما منافره ببینید امیر سید اسماعیل خان چقدر برای مجاهدین کمک کرد اگر واقعا بس اسلامی است یعنی دوستا بعضی دوستا بیاد دارن که اولیش نوکر باز لازم امنیتیش مشکل نداشت از لحاظ پیاده کردن شریعتیش مشکل نداشت حتی امیر سید اسماعیل خان گفت کسی خانم خدا خوش متفکر سوار کرده نمیکنه یعنی چرا حمله کردن اینجی؟ باز وقتی که پای منافعشان پیش آمد وقتی پای منافعشان پیش آمد با موافق ملی که امیر سید اسماعیل خان رو به زندان انداخت یعنی امیر سید مجاهد با موافق ملی چون منافعشان در اینجی به طرف ملک تشکر بسه اسلام نبود بسه چه بسه قدرت سیاسی بود جناب ما با عزمی سر موافق هستیم طالبان یک تنظیم سیاسی حزب سیاسی نبوده در تمام جهاد افغانستان بودن یک حرکت بوده تحریک بوده مومین بوده تا هنوز اون جریان یک تنظیم سیاسی نیست هنوز اون مومین داشت در او طالبای حزب اسلامی هست جمعیت اسلامی هست حرکت انقلابی اسلامی هست جریان مولوی صاحب خالص هست واقعا از تمام اعضا وجود یک تنظیم سیاسی نه او روز بوده نه امروز بوده نه در وقت جهاد بوده بسیار تشکر و شما مگر داخل پیش از پرسش پاسا البته قرار بود که ما گزارش شد بسیار که من فکر میکردیم که از اول تا آخر ما بودیم که ما چیکار کردیم منتها ظاهرا حال می مسئولیت به خود شما موکول شد که شما گزارش را بخوانین دیگه خود شما من به اضافه صحبت هایی که بزرگوارا کردن من چند چیز را می خواهیم اضافه کنم به عنوان عضو تیم تحقیق و کسی که با نظریات 500 یا 600 صفحه نظریات دوستا را من مجموعه خواندیم از تیخ های مختلف من با صحبت جناب مجاهد صاحب موافق هستم من از همکارای ژورنالیست خواهش میکنم که امی سخنهای آقای وفایزاده تمام شب پس از او باز میتونیم که بین بخاطر که اتصال ایجاد میشه تشکر یوهان گالتونگ یکی از شما با اسمش شاید آشنا باشین یکی از مخفین به نام ارتش صلح هست او میگه زمان ما میتونیم به صلح برسیم که حداقل سه مرحله رو طی کنیم اولش دیاگنوزیس است تو حداقل باید بتونی تشخیص بده مشکلات را ریشه جنگ ریشه نزاع ریشه مشکل در کجاست پروگنوزیس بعد از تراپیست میتونی تو تداوی کنی یعنی در حقیقت همون کتاب پیس بای پیس فول مینز کتاب بسیار خوبی است ما بعد ریشه مشکلات خود او چیزی که در گفته های صاحب نظرها رهبرهای سیاسی در حقیقت در این تحقیق آمده او گفته ها و اظهار نظرهای پس از رویداد است پس از حادثه است مثلا اگر ما می سوال را تیم تحقیق ما در زمان جنگ در 1995 از آقای مجاهد میکرد آقای مجاهد جوابش و جوابی که امروز گفته نبود او زمان بامو روحیه احساسات انقلابی است من آدم جواب میگرفت اما این بار که رفتن مثلا نشستن پای صحبت آقای مجاهد اینا آمدن با بازنگری گذشته با مثلا این که چه اشتباهی از طرف طالب چه اشتباهی از طرف احزاب جهادی دیگر و سایر جناح‌های درگیر در افغانستان بوده روایت کرده بنابراین در حقیقت این یک بازخوانی روایت‌های پس از رویداد است که یک مقدار انعطاف پیدا کرده نرمتر شده از تمام جوانب در حالی که اگر اون زمان میرفتی کلگی خود فکر میکرد که ما حق هستم من حرفی که دارم این است که در تمام دنیا تجربه نشان داده تا زمانی که ما نحوه مواجهه خود را با گذشته را روشن نکنیم هیچگاه نحوه حرکت خود را به سوی آینده نمیتونیم روشن کنیم ما در گذشته اگر میاییم تاریکی
بی‌عدالتی، ستم، کشتار فقط مربوط به جناحی است که رفیق ما نیست. در حالی که اینجا سرنوشت یک ملت مطرح است، سرنوشت یک کشور مطرح است. من ما موافق هستم با گفت جناب عظیمی است که فضای امروز با فضای دوره نجیب و قبل از او یا با کشورهای دیگه کاملا متفاوت است. اما کشور امو کشور است، مردم امو مردم است، رنجی که ما میکشیم امو رنج است. حال اسم فرق کرده، جهتها عوض شده، این موضوع دیگه هست. بنام ما اگر این را بازخوانی میکنیم، فهم تاریخی ما را کمک میکنه و غنی میسازه تجربه امروز ما را تا این که راه خود به سوی آینده ما مشخصتر پیش ببریم. تجربه ما با بسیاری از کشورها فرق میکنه. اما رقمی که فرق را کلمبیا را آقای مدرس گفت، من یک تحقیق دارم پوست کانفلیکت پیس بیلدینگ کامپیرینگ کامبودیا این افغانستان کیسز، که در اونجا هم ما که بررسی کردیم یکی از عوامل مهمش نقش همسایگی است. کامبودیا وقتی به صلح رسید، کشورهای آسیان فکر کردند که جنگ در این منطقه میتونه موجب تضعیف رشد اقتصادی در ساحل جنوب آسیا شود. بنابراین اینا توافق کردند که بعد کامبودیا به صلح برسد. اما امروز افغانستان هم در یک چنین فضای قرار گرفته. همکاری اقتصادی ضرورت انرژی جنوب و ضرورتی که جنوب آسیا به انرژی آسیای میانه داره و نقش که افغانستان میتونه بازی کنه و فرصتی که برای تغییر برای تحول اهمیت جیوپولیتیک افغانستان به اهمیت جیوکانومیک فراهم شده، در حقیقت افغانستان در موقف مشابه قرار میتونه به شرطی که دستگاه دیپلماسی ما فعال باشه. یک دومش چیزی که در صحبت صاحب نظر آمده این است که یک حراس، شما گفتین توازن نظامی، اما مجموعه صاحب نظرهایی که در اینجا شرکت کردن رهبرها قبل از اینکه از توازن نظامی بین دولت و رقیب دولت حرف بزنه، از توازن قدرت بین خود حکومت صحبت کردن. گفتن یک حراس وجود داره به این که مثلا اگر با طالب صلح شود، با نیروهای مخالف صلح شود، اینا بیان داخل چوکات دولت موازنه موجود به هم میخوره و جایگاه بسیاری ممکنه تضعیف شود. بنان ما با توجه به این برای رسیدن به صلح در قدم اول نیاز به اجماع داخلی داره. این اجماع داخلی بعد احزاب سیاسی، نهادهای مدنی، رسانه ها، تمام نهادهای فعال در داخل کشور را باید در بر بگیره. ما باید به اجماع ملی واقعی برسیم که ما چی میخواهیم. اغلب صاحب نظرها گفتن شورای عالی صلح هنوز استراتژی مشخصی برای صلح نداره، برنامه مشخصی برای صلح نداره، کارکردش روشن نیست، صلاحیتش با صلاحیت وزارت خارجه و امنیت ملی مخلوط شده، صلاحیت واضح نداره، خط مرز و خط فاصل بین صلاحیتشان وجود نداره. یک کار نصفش وزارت خارجه شروع میکنه، پیگیریش اینا میکنه، یک کار اینا اینیشیت میکنه، بقیهش اونا میبره، یک کار توسط امنیت ملی صورت میگیره و نتیجهش معلوم نیست که به دست کی میفته. در حقیقت این ضعف های ساختاری هم بر علاوهش وجود داره که بعد با عنوان نتیجه نظریاتی که اینجا ارائه شده مورد نظر گرفته شده که صلاحیت ها باید در حقیقت تفکیک شود. و با توجه به این که ما در جغرافیای بدی قرار داریم که دور ما نان استیت اکترز، گروه های تروریستی فعلا نقطه عقب نشینیش ممکن افغانستان باشه، ما با همسایگی با همسایه های بدی قرار داریم. من همسایه های خود بد نمیگم، ما در همسایگی بدی قرار داریم، رقابت های قدرت در منطقه جریان داره، بازی پیچیده است. دستگاه دیپلماسی افغانستان تا زمانی که فعال نشود، ما تنها از راه جنگ نمیتونیم مشکل افغانستان را حل کنیم با توجه به ابعاد منطقه‌ای که داره. بنابراین ضرورت به یک تو ترک پالیسی وجود داره که در ما هم همو جنبه منطقه‌ای موضوع را بتونیم پیگیری کنیم، هم بتونیم همو مشکلات داخلی که مربوط به ما او را ما پیگیری کنیم. موضوع دیگه که من اشاره میکنم و بسیار برجسته بوده و دوستای رسانه ما به این توجه کنند، موضوع عدالت در افغانستان است. ما همیشه عدالت را برای طرف مقابل خود میخواهیم، به این معنی که طرف مقابل ما جانیست، طرف مقابل ما آدمکش است، اینا باید به عدالت کشانده شود. اما عدالت یک مفهوم عمومی است، یک مفهومی است که همه را در بر میگیرد. تا زمانی که ما گذشته خود روشن نسازیم، نحوه مواجهه ما با واقعیت‌های تلخ گذشته روشن نشود، تا زمانی که تضمین برای تأمین حقوق انسانی همه افراد از این کشور، زنا، اقلیت‌ها همه روشن نشود، حراس در این کشور وجود داشته باشد، صلح نمی‌تواند جایگاه تعریف شده را پیدا بکند. و آخرین حرف من در رابطه با مذاکرات مستقیم بیشتر اشاره کردم این است که اغلب صاحب نظرهایی که در این شرکت کردن تاکید داشتند روی بود که گفتگوی مستقیم، تنها گفتگوی مستقیم صورت گرفته که موافقتنامه امضا شده با حزب اسلامی تحت رهبری گلبدین حکمتیار است.
که فعلا هم او با مشکل عملی در عملی شدنش ما با مشکل مواجهیم، مشکلات های مخالفت های بیرونی داخلی اینا. این خودش میتونه یک آزمون کلان برای هر نوع گفتگوی مستقیم در آینده باشه. عملی شدن این موافقتنامه میتونه یک چالش هست و میتونه یک آزمون کلان باشه. در صورت موفقیت ازی میتونه را باز شود برای ازی که گفتگوهای مشابهی در آینده برای ختم معضل افغانستان و جنگ صورت بگیره. شکر. من از آقای عظیمی صاحب، آقای مجاهد صاحب، آقای وفایزاده صاحب تشکری میکنم که در فرصتی که پیش آمده بود در قلب و بعض از پرسش هایی که نیا داشتیم پاسخ را کردن. تحقیق بسیار جامعیست. روزنامه‌نگارا و همکارای میتونن که در گزارش های خودشان از مجموعه خود درون گزارش داور داشته باشن. حالا هم فرصت هم میتیم برای پرسش هایی کرد. تشکر از من سوال داشت. تشکر از همه دوستان. من یک دو تا سوال داریم. یکی از جناب آقای مجاهد، یکی از آقای عظیمی، آقای فهیمی، آقای وفایزاده برسیم یا نه؟ آقای مجاهد، شما میگین طالبان از جریان سیاسی نیست. این همه خونهایی را که طالبان میرده به خاطر سوال شماست. جناب آقای عظیمی، شما معتقدین که طالبان از جریان سیاسی هست و حامیان خارجی برای به خاطر منافع خارجی ها می جنگه. این هم یک بیادر توضیح بیدیم تا بفهمون که چطور جریان سیاسی است و چطور به خاطر منافع خارجی می جنگه. تشکر شما. سوال بفرمایم. من یک انتقاد در نحوه، یعنی در چیزی اداره جلسه داشتم و دارمانه. بای من وقتی که یک گزارش مطرح بود، باید اولا گزارش ایراهن میشد و در روشنه گزارش باید از پرسش پاسخ میشد و میدیاتور محترم باید اول معرفی میکرد دوستان و بعد از او با اونا فرصت میداد که اینا بحث میکردن. متاسفانه یک سوال جواب تلویزیونی واری شد که و با اون اشتباه داری که مدار و ثانیا بحث دیگر یا مسئله دیگر که من نمیدانم که سوال ما را در این گفتار پاسخ ما نبودم متأسفانه چند دقیقه، ولی یک مسئله با صراحت و قاطعیت گفته میتونم که در مسائل سر شاید اولین یک بررسی باشه که به شکل اکادمیک شده. کسانی دیگه ای که ادعای صلح میکنن و بحث صلح برا میندازن در مورد صلح یک کلمه هم از نظر اکادمیک و علمی آگاهی ندارن. بسا چطور شعار نیست هم رقمی که فرازای آخر صحبت مونین صاحب ما شنیدون، اینها صلح ارتباط دادن با ریش قطع دائمی و همیشگی منازعه. بدون ختم کلی منازعه هر نوعی که باشه اگر او صورت نگیرد، از صلح سخن زدن باز هم یک شعار است. و با حال ما در افغانستان کانفلیکت ها و بحران های بسیار عمیقی وجود دارد که بینا پرداختن عدالت و بالاخره رسیدگی به جنایات جنگی و خیلی از پدیده های دیگر در پرونده ازی و بحث ازی باز نشده. امیدوارم این موضوع یک بار دیگه عمیق‌تر بررسی شود. پیشنهاد می‌کنم. من جنرال عبدالهادی خاله داشتم. من ازی بحث من هم برداشت به این شد که ما عوامل جنگ هم قضاوت خود اجابی کردیم، ولی برای راه حل و صلح رسیدن به صلح بحث نکردیم. و من کوتاه نظر دارم که برای صلح قضاوت تاریخی را باید تمام جوانب باید به مردم بسپارد، نه خودشان. دو، طرفین مناظره باید با مردم غیر جانبدار مسئله صلح را تحلیل بده و با اونا بسواره مثلا و اون آزادی وجدان از اونا را صدمه نزنه. مردم جانبدار بازم همون کسایی هستن که خود جای حق قرار میدن و دیگر را و مقابل خود را ناحق میدانه، پس این خودش عامل دوام منازعه باشه. سوم، ما به این نظر هستم که هم به طرف مقابل دولت هم طرف دولت نیروهای هست که خلو نمی خواهند و بیشتر طرف مقابل دولت خطاوت خود شخصی من
ولی این قوی است که باید صلح را پیشنهاد کنه و مسئول قوی مسئول ضعیف ناتوان وابسته نمیتونه که او برای صلح بکنه قوی مسئول او باید صلح را پیش کنه و بازم پیشنهاد من ایست که دکتر صاحب مرادیان باید اینقدر چیز نگیره در آینده اگر مجلس میگیره وقت به بیشتر انتخاب کنم بیشتر مهم کنم برای بحث برای بحث ما صلح را نیاز داریم ما افغان ها اراده ملی باید محترم شمرده بشوید یک جمله از دوستان یاد کردم به خیال مزیمی سن اراده ملی خواست ملت و ملت هم باید اینجا نقش خود ایفا کنه ایتو نمیشه که همه چیز را به دو طرف منازعه و یا دو اقلیت بسپاره ملت ملت باید نقش خود ایفا کنه ما آرزو میکنم که بالاخره مردم افغانستان فعال شد و طرفین منازعه روز قبول کنه که مردم افغانستانی حق مسلمشان هستند ما تجربه نپال تحقیق کردم که تنبوزیار تحقیق کردن و فیزاره سر مردم نپال خودشان هم گرفتن هم میخواستن که جمهوریت داشته باشن بیشتر نقش داشته باشه عدالت باشه ولی در منازعه خودم اونا خودشون سم گرفته حتی منازعه ها و این روز اونو بسال زندگی میکنن در حالی که 80% مردم شورش کرده بود در این دولت ولی خوبی چی بودن؟ هم طرفین منازعه مردم صاحب مسئولیت بودن و هم دو همسایه خوبشان که چین و هند بودن ابرشت خواستن صلح بشود ما مشکل بین المللی هم داریم منطقه‌ای هم داریم و مشکل داخلی هم داریم آرزومند هستم که افغانای خوب اراده بر صلح بشود به نام خدا با عرض سلام و ادب مذهبی الله دورندیش از سخنرانیگار تلویزیون خورشید آقای مجاهد بسیار زیاد معذرت میخوایم اگر پاسخ ما را پیش از دوستای دیگر بدین که چرا که ما باید بهتر برسیم تا خبر نشه شود در این تحقیق آمده که 19.9% مصاحبه شنوندگان گفتن که شورای عالی صلح سمبولیک است به 16.4% مصاحبه شنوندگان گفتن که فساد در شورا سبب شده که اینا نتوانند در روند گفتگوهای صلح با حکومت با مخالفین مسلح موفق باشند شما این نظرسنجی را چقدر باش موافق هستند تشکر دولت افغانستان هم فعلا از افراد کار میگیره افراد میکنه آیا واقعا دولت افغانستان فعلا شرایط از این نداره که طالبا با اینا مستحمل صلح بکنه یا بسم الله الرحمن الرحیم پدې کې شک نسته چې د سولې عالی شورا یو قانوني حقوقي نهاد دی چې په 2010 کال کې د لویې مشورتي جرګې په نتیجه کې د افغانستان ملت جناب کرزي صاحب ته واک ورکړ چې داسې یو نهاد باید رامنځته کړي په نتیجه کې جناب کرزي صاحب د سولې عالی شورا رامنځته کړه چې د هغې تشکیلات ټول انتخاباتي وو زه د انتخاباتو په نتیجه کې لومړی معاون په دوه ځلې انتخاباتو کې ټاکل شوی یم په استثنا د رئیس باندې چې رئیس انتصابي وو جناب استاد شهید استاد رباني انتصابي راغی جناب صلاح الدین رباني انتصابي راغی له هغه را په دې خوا د سولې عالي شورا واقعا په ملي سطحه او په منطقوي سطحه بین المللي سطحه د اجماع لپاره ډیر کار کړی دی وسلوال مخالفینو سره رابطې کړي دي ولې د دې ملاحظاتو سره زه موافق یم چې د سولې عالي شورا لکه څنګه چې استقلال ورته په کار وو د حکومت لخوا نه په استقلال باندې نه دی پرېښودل شوي مختلفو لاسونو مختلف طرف ته کار کوو یو خبره دوهم خبره په د سولې عالي شورا په چوکاټ کې د نیمې د فساد سره شدید مخالف یم زه فساد وجود نه لري د سولې د عالي شورا بودیجه د افغانستان د مالیې څخه نه ده یو لړ ډونرز کنټریز ډونرز کمیونټي کومکي هیوادونه دي چې هغو ته یې مرسته ورکوله د سولې د عالي شورا ډایرکشن هم دوی ورته ټاکل د مثال په ډول باندې اولین چې د سولې عالي شورا رامنځته شله دوه کلمې مطرح کړلې ریکنسلیشن او ری انټیګریشن د ری انټیګریشن سخترین مخالف ولنس په اکثریت باندې دا قبوله نه کړله ولی
دونر هیوادون په موږ په زور در تحمیل کړي چې تاسو ری انټیګریشن کوي د ری انټیګریشن په لړ کې زیات پاتې کړي دي واقعا د هغې نتیجه هم ډېره نه ده راغلې هغه څوک چې د سولې عالي شورا په نسبت درواغ تبلیغات کوي کله کله دینه غټ غټ شخصیتونه هم ناست دي چې یو کس لس زره پنځلس زره شل زره ډالر معاش درلود زه د شو د سولې د عالي شورا د ماوین په حیث باندې پاته سوایم او سرپرست پاته سوایم دوه نیم زره ډالر زما د اول نه تر اخره پورې معاش و چې وروسته له ټاکس د مالیې نه دوه زره او درې سوه ته رسېدل ته دروغ شاخدار ته وګورئ زه په ټول عمر باندې دې دپاره حاضر یم وخت چې ما دا ډول معاش پکې درلود جدا خبره د ری انټیګریشن مسله جدا ده جاپانیانو پنځوس میلیونه ډالر ورلوله یې کومه کوکو امریکانو پنځوس میلیونه ډالر وګه په دې شکل په دې شکل تر اوسه پورې دوه وړې پروژې چې په کندوز کې ما ته راوړې وړې چې هغه مې امضا کړې په هغه مې احتجاج وکړ او په اجرایه کې دا ډول پروژې زه نه امضا کوم یوه پروژه تر اوسه پورې ما نه ده امضا کړې کړم دا چې په کومه اساس باندې بنا د سولې د عالي شورا په چوکاټ کې د فساد او د ډېرو پیسو استعمالول ټوله سالانه بودیجه د سولې د عالي شورا دوه نیم میلیونه ډالره دوه میلیونه واته اته لکه ډالره اته سوه اووه سوه میلیونه ډالره لکه جناب یو تیلا جنابان چې وایي کاملا دروغ 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 دا د دې کوم البته مساله د دې ده چې ولې سولې ته نه رسېږو ډېره مغلقه نه ده طالب طرف دي طالب هم ماته معلوم ده چې په دې مملکت کې سوله غواړي روغ غواړي ارامي غواړي دولت هم ماته معلوم ده چې روغ غواړي منتها ما په سر دې خبرو کې وویل بې اعتمادي نو ټراست نو کانفرنس دا غټ پرابلم دی ساده مثال ډاکټر صاحب غني که خفه کېږي که خوشحاله کېږي په نولس سوه دوه زره پنځلس کې مارچ کې په ناروې کې موږ کانفرنس درلود د ملل متحد په چوکاټ کې د طالبانو هیات هم راغلی مولوي محمد رسول احمد رودري لپاره وو هغوی وویل چې د انتخاباتو په دوو مرحله کې موږ ډاکټر صاحب اشرف غني په دوبۍ کې سره کېنستلو فیصله وشوله چې موږ به ستاسو په انتخاباتو کې ملاتړ کوو ته چې کله کامیاب شله بیا راځي مخکې له دې نه چې دغه امنیتي تړون امضا کړي موږ تاسو مشوره سره کوو او د سولې په اعتبار باندې به په ګډه باندې ځو کله چې وایي جناب ډاکټر صاحب کامیاب شول په درېیم ورځ باندې امنیتي تړون امضا کړو پاکستان ته وویل چې طالبانو پسې ډنډې را واخلې کړه له موږ سره هېڅ مشوره نه ده کړې نو فکر وکړه هغه څنګه اعتماد وکړي زه وایم له مت نه خبر یم طالبان غواړي سوله په افغانستان کې سل په سلو کې غواړي په دې کې شک نشته خصوصا اوس هم تاسو ته وایم چې دغه سینیئر طالبان مشران طالبان چې اوس موجود دي غنیمت دی غنیمت دی دغه ځوانان زیلس دغه یو شلک راپورته سو هغه په ملي بنا کې تیز نه خپل ځمان هغه به خدای لپاره عذاب یې لري نه استفاده وکړي دا نتیجه صاحب سره موافق یم جناب نتیجه صاحب طالبان یو سیاسي ګوند نه ده سیاسي تنظیم نه ده تر اوسه پورې مانیفیستو د خپل برنامه نه لري تر اوسه پورې کارت نه لري چې جناب ناطقي صاحب زموږ او زو صدا یې کارت وکړ هغه یو مومن ده په دې کې شیګان هم سره زارګان هم سره جمعیتیان هم سره حزبیان هم سره زیاتره حرکت انقلاب اسلامي مولوی صاحب خالص دا یو حرکت ته تر اوسه پورې هم نه غواړي چې جنګ سیاسي ګوند کې هغه د یو هدف لپاره راغلی و چې په دې مملکت کې آرامي راولي کله چې دوی دا حکومت جوړ شوی نه و قایم شوی نه و جګړې روانې ولې امریکانو د دې حکومت لرې کړو اوس وایي چې په دې مملکت کې موږ پرېږدي آرامي ته چې ژوند وکړو حقوق بشري لرو که نه لرو فقط همدغه تضمین کوي نور طالبان نه غواړي په دې مملکت کې هیڅ نه غواړي هر جمعی که خاطر به دست گرفتن قدرت سیاسی مبارزه میکنه یک جریانی نمیکنه مبارزه برای سبب قدرت نمیکنه نه هزار یک دلیل به شما میگم شما خودی ملک میشدی امیر اسماعیل خان میگی میگه به خاطر قدرت نیست اگه به خاطر اسلام خان اسماعیل خان نگو شما به هزاران نفر سر میبوری بدون اینکه یک محاکمه باشه بعد از این میگی به خاطر اسلام است کجا از اسلام است یک سربازی که چند سال پیش سربازی کرده از موتر پایین میکنی سر چجدا میکنی روان میکنی به مادرش این کجا از این چه زبانی پشتوی ما را نمیفهمم من گفتم که اونها تنظیم نیست اسلامی نیست اونها میخواستن اینجا حکومت قایم کنن قایم نشد در مقابلشان معنی اسماعیل خان میبرن دوستان میبرن کسی دیگه میبرن او را میبرداشتن ما گفتم که یک مثلا افراد بوده باید دفتر نمیکردن
لیکن اون نمیخواستن به شکل گروهی سیاسی که مانفیستی یا مرامنمایی داشته باشه افغانستان اداره کن تانوز رو نمیخواد کار مجایسه او بحث یک بحث تشکیلات سیاسی ما به شما موافقم که طالبان تشکیلات سیاسی ندارن مرامنامه ندارن اساسنامه ندارن کار جوزی نکردن اما هر گروهی، هر جریانی، هر جمعی، هر نهادی که به خاطر گرفتن قدرت مبارزه میکنه او یک جریان سیاسی است. اینه که ما برای قدرت مبارزه نمیکنه. پس برای چی مبارزه میکنه؟ برای آرامی، برای وحدت. برای خدا مبارزه میکنه. اگه برای خدا بسیار تشکر از همگی.